هر لحظه مزن در که در این خانه کسی نیست. بیهوده مکن ناله که فریاد رسی نیست. شهری که شه و شهنه و شیخش همه مستند، شاهد شکنت شیشه که بیم اساسی نیست. آزادی اگر می طلبی غرق به خون باش، کین گلبن نوخاسته بیخار و خسی نیست. یادها و یادگارها. میرزا محمد متخلص به فرخی در یزد متولد شد و پس از طی دوران خردسالی مشغول تحصیل گردید. در اواخر تحصیلات مقدماتی به علت روح آزادی خواهی، افکار روشن و اشعاری که بر علیه اولیای مدرسه می سروده از مدرسه اخراج گردید. روی هم رفته تحصیلات فرخی تقریباً تا حدود سن 16 سالگی می باشد. وی در این مدت فارسی و مقدمات عربی را فرا گرفت و چون از طبقه متوسط بود، پس از خروج از مدرسه به کارگری مشغول گردید و از دسترنج خود امرار معاش می‌کرد. در طلوع مشروطیت، فرخی از دموکرات‌های جدی و حقیقی یزد و جزو آزادی خواهان آن شهر بود و در غزلی آزادی را چنین تفسیر می‌کند: قسم به عزت و قدر و مقام آزادی، که روح بخش جهان است نام آزادی. به پیش اهل جهان محترم بود آن کس که داشت از دل و جان احترام آزادی. فرخی در نوروز سال 1327 هجری قمری مصمتی بر ضد حکومت وقت ساخت و در مجمع آزادی خواهان یزد خواند. این امر موجب غضب حاکم یزد واقع گردید و امر کرد دهان فرخی را با نخ و سوزن به تمام معنی دوخته و وی را به زندان افکنند. فرخی در زندان مصمتی ساخته و برای آزادی خواهان و دموکرات های تهران برمغان فرستاد و چنین گفت: شرح این قصه شنو از لب دوختم، تا بسوزد دلت از بحر دل سوختم. بالاخره پس از یکی دو ماه از زندان فرار اختیار کرد و تقریبا در اواخر سال 1328 هجری قمری به تهران آمد و در جراید اشعار و مقالات مؤثری راجع به آزادی ایران انتشار داد. فرخی در دوره نخست وزیری وثوق الدوله با حکومت وی مخالفت‌ها ورزید و سرود: کیست در شهر که از دست قمت داد نداشت؟ هیچ کس همچو تو بیدادگری یاد نداشت. و بار دیگر برای مدت چند ماهی در باغ سردار اعتماد زندانی شد. یکی از خدمات فرهنگی فرخی یزدی انتشار روزنامه طوفان است. فرخی در سال 1307 شمسی به عنوان نماینده مجلس شورای ملی از طرف مردم یزد انتخاب گردید. وی در مجلس جزو اقلیت بود و حتی مورد حمله و پرخاش یکی از نمایندگان قرار گرفت. فرخی در مجلس چنین اظهار نمود که وقتی در کانون عدل و داد یعنی دارالشورای ملی به من حمله کنند، بدیهی است که در خارج از این محوطه چه به روزم خواهند آورد. در نتیجه مخفیانه از تهران فرار اختیار کرد، پس از چندی به مسکو رفت و از آنجا به بلن رهسپار گشت. در بلن نیز از افکار آزادی خواهانه دست بر نداشت و مقالاتی بر علیه حکومت استبداد آن روز ایران منتشر کرد. بر اثر اقدامات دولت ایران، اداره شهربانی بلن فرخی را ملزم کرد که به کلی از خاک آلمان خارج شود و او به ناچار به ایران بازگشت و با پای خود به سیاه چار رفت و سالها در زندان به سر برد. فرخی به سبب روح آزادی خواهی که در طبیعت و سرشت او بود آرام نمی گرفت و مانند عاشق هجران کشیده دائما به جستجوی معشوق یعنی آزادی بود. مخفیانه در زندان شعر می سرود و هر وقت فرصتی پیدا می شد اشعارش را با یک حالت وجد و سرور برای زندانیان می خواند، که همین اشعار موجبات قصر وی را فراهم ساخت.
شبانه او را به بیمارستان زندان بردند و به طور اسرارآمیزی به زندگانی آن شاعر آزادی خواه خاتمه دادند.